برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 1444، نشست علما، مبلغان و خطبای شیعه هند در دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامازدلو در شهر لکنو در کشور هندوستان برگزار شد. در این نشست که در روز 29 شعبان المعظم سال جاری برگزار شد، حجت الاسلام سید سیف عباس نقوی مدیر دفتر مرجعیت شیعه در کشور هندوستان بر اهمیت ادای مسئولیت روحانیون نسبت به مردم در ماه مبارک رمضان و بیان احکام و معارف اهل بیت علیهم السلام تاکید کرد. لازم به ذکر است در روزهای مختلف ماه مبارک رمضان برنامه و مراسم مختلفی در دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامازدلو در شهر لکنو برگزار خواهد شد. روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرد که نیروهای انگلیسی در 9 حمله هوایی که در عراق و سوریه بین سالهای 2016 تا 18 انجام شده در تلفات غیر نظامیان شرکت داشتند. دن ساباگ، دبیر بخش دفاعی و امنیتی روزنامه گاردین، در تحلیلی نوشت که حملات هوایی نیروهای هوایی انگلیس 29 غیر نظامی را در این 2 سال در عراق و سوریه کشتند. به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 1444، نشست فعالان دینی و فرهنگی شهر بغداد در مقر مؤسسه انوار الجوادین علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامازدلو در بغداد برگزار شد. در این نشست جمعی از روحانیان، فعالان دینی و فرهنگی و مسئولان مراکز مرتبط با مرجعیت حضور داشتند. حجج اسلام شیخ احمد علامی و شیخ علی الاسامی در این نشست در رابطه با ضرورت تبلیغ دین و تزکیه نفس مطالبی را بیان کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وابسته به آژانس پناهندگان سازمان ملل با آغاز ماه مبارک رمضان پنجمین گزارش سالانه بشردوستی اسلامی خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده، گزارش منتشر شده نشان دهنده قدرت و پتانسیل روبه رشد بخشش اسلامی برای نجات جانها و ساختن آینده بهتر برای آوارگان در سطح جهان است. مقام‌های مرزی صربستان روز جمعه 4 فروردین اعلام کردند که جسد 9 پناهجویی را که در یک کامیون پنهان شده بودند کشف کردند. در این بیانیه آمده است که این مهاجران مردان جوانی از افغانستان، پاکستان و سوریه بودند، اما تاکنون هویت دقیق این افراد مشخص نشده است. سالانه از میان هزاران پناهجویی که کشورشان را به دلیل خشونت و فقر ترک کرده و از منطقه بالکان عبور می‌کنند، شمار زیادی از آنها در راه رسیدن به کشورهای اروپایی جان می‌دهند. در آخرین مورد بیش از 80 تن که اکثرشان شهروندان افغانستان بودند در اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل ایتالیا جان باختند. منابع محلی در استان غزنه افغانستان روز شنبه 5 فروردین 1402 میگویند که در پی بارش سنگین برف طی 2 روز گذشته راه‌های 5 شهرستان با مرکز این استان قطع شده است. بر پایه اطلاعات منابع، ارتفاع برف در شهرستان ناور غزنه به بیش از 1 متر رسیده و راه‌های تمام روستاهای آن با مرکز شهرستان نیز مسدود شده است. به گفته منابع، ارتفاع برف در 4 ولسوالی دیگر غزنه از 20 تا 60 سانتی متر است. در پی بارش‌های سنگین برف اخیر در غزنه و انسداد راه‌های شهرستان‌های این استان، مردم با مشکلات جدی روبرو شدند. آمریکا و کانادا بر سر طرحی برای مهار کردن مهاجرت به توافق رسیدند. این طرح نیز مانند طرح بایدن برای مهار مهاجرت‌ها در مرز با مکزیکو از سوی فعالان حقوق مهاجران مورد انتقاد قرار گرفته است. پیشتر کانادا اعلام کرده بود که جمعیت کشورش در سال 2022 برای اولین بار بیش از 1 میلیون نفر افزایش یافته
و اگر این وضعیت ادامه یابد تا 26 سال دیگر جمعیت کانادا دو برابر خواهد شد. به گفته سازمان آمار کانادا حدود 96% از این افزایش جمعیت به دلیل مهاجرت بین المللی بوده است. وزارت حج عربستان سعودی با تصویب دستورالعملی اعلام کرد از این پس افراد اجازه ندارند بیش از یک بار در طول ماه مبارک رمضان عمره به جا بیاورند. گفته می شود هدف از تصویب این دستورالعمل باز کردن مسیر برای به جا آوردن عمره برای دیگر افرادی که نتوانستند تا کنون به عمره بروند اعلام شده است. بیست و یک سازمان حقوقی در کشور تونس با انتشار بیانیه این رسمی نسبت به رفتار دولت تونس در قبال رسیدن کمک‌های بین المللی به مهاجرین هشدار دادند. در این بیانیه آمده دولت تونس جلوی رسیدن کمک‌های انسانی و بشردوستانه بین المللی به کودکان مهاجرینی که از کشورهای مختلف در خاک تونس زندگی می‌کنند را می‌گیرد. ما این اقدام را محکوم می‌کنیم زیرا چنین اقدامی وضعیت این کودکان را وخیم‌تر از آنچه که هست خواهد کرد. منابع رسانه‌ای عراق از آغاز عملیات مشترک ارتش عراق به پناهگاه‌های سنی‌های تندروی داعش خبر دادند. گفته می‌شود در این عملیات جنگنده‌های F-16 شرکت کردند و تعدادی از پناهگاه‌های داعش در منطقه نارین در استان دیالی مورد حمله قرار گرفت و منهدم شد.